سر خط خبرها. وقوع 66 مورد قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی در سال جاری در کشور. آمادگی های وزارت صحت عامه برای مدیریت موج دوم ویروس کرونا. و خواست نمایندگان پارلمان اروپا بر تحریم ترکیه. سلام و وقتتان بخیر. به مشروع خبرها با من سونیا پوپلزای خوش آمدید. ریاست عمومی امنیت ملی کشور در نشست کمیته مسئولیت سکتور خصوصی گفته که در سال جاری 66 مورد قضیه اختطاف مربوط به سکتور خصوصی رخ داده است که از این میان 50 نفر در بدل پرداخت پول آزاد شدند. دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که در نشست دیروز کمیته مسئولیت گزارش اجرات اداری دادستان کل، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی بررسی شده است. اداره دادستان کل کشور گفته که از اول جدی سال 1398 تا 25 عقرب سال 1399 خورشیدی 398 قضیه اختطاف به این اداره رسیده که 162 مورد آن مربوط به سکتور خصوصی بوده است. در ارتباط به قضایای فوق 569 متهم بازداشت شدند که از یک سال حبس تا مجازات اعدام محکوم شدند. اما آقای دانش گفته که گزارش اداره لوی سارنوالی از رسیدگی به قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی کلی است و هدایت داده که جلسات بعدی گزارش تفصیلی و با جزئیات و معلومات کامل ارائه شود تا رسیدگی به این قضایا به صورت دقیق سنجیده شود و اقدامات مؤثر روی دست گرفته شود. همچنین وزارت امور داخله در این نشست گزارش داده که طرح تامین امنیت خانواده های تاجران و پارک های صنعتی و طرح جلوگیری از اخاذی در شهرها را در جلسات کمیته فرعی با اشتراک نمایندگان ادارات زیردخل تهیه کرده است. دانش در مورد گزارش وزارت داخله هم گفته که پلان وزارت امور داخله در قسمت تامین امنیت مسئولان سکتور خصوصی و پارک‌های صنعتی و جلوگیری از اخاذی در شهرها مورد تایید است و تمام نهادهای مرتبط از تطبیق آن نظارت جدی کنند. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز به جلسه کمیته مسئولیت سکتور خصوصی گزارش داده است. این ریاست گفته که از اول ماه حمل تا ده عقرب سال 1399 خورشیدی 66 قضیه اختطاف مردم به سکتور خصوصی اتفاق افتاده که 6 نفر از اختطاف شدگان بر اثر عملیات‌های استخباراتی و 50 نفر در بدل پرداخت پول آزاد شدند و 10 نفر دیگر موفق به فرار از نزد اختطافگرا شدند. بر اساس گزارش ریاست امنیت ملی، عدم همکاری و هماهنگی متضررین با ارگان‌های کشفی و انجام معاملات پنهانی با اختطافگران از دلایل عدم رسیدگی به قضای اختطاف است و کار نهادهای کشفی را با چالش مواجه می‌کند. معاون دوم ریاست جمهوری هم بر ریاست عمومی امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی هدایت داد که در راستای جلوگیری قضای اختطاف با جدیت بیشتر عمل کنند و اقدامات پیشگیرانه جدی روی دست گیرند. همچنین در این نشست گزارشی از قاچاق اموال تجاری توسط مالکین شرکت‌های تولیدی تحرک صنعتی هرات به داخل کشور نیز بررسی شده و اداره مستقل ارگان‌های محلی گزارش داده که پیشرفت‌های خوبی در زمینه جلوگیری از این معضل صورت گرفته و بخش بزرگ مشکلات حل شده است. او به وزارت مالیه هدایت داد که بعد از این گزارش اجرات خود را در زمینه مبارزه با فساد در گمرکات و جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق به کشور به صورت مفصل تهیه کرده و به جلسه کمیته ارائه کند. وزیر امور خارجه کشور در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر نیامی پایتخت کشور نایجیریا با وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر نیامی پایتخت نایجر با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و ملاقات کرد. در همین حال ابتدا وزیر امور خارجه کشور در مورد روند صلح و برگزاری کنفرانس 2020 افغانستان در ژنو و حمایت سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی از برنامه‌های افغانستان صحبت کرد.
در ادامه آقای اتمر با سپاسگزاری از سفر اخیر صدر اعظم پاکستان عمران خان به افغانستان روی دستاوردها و اقدامات بعدی پیرامون آن صحبت کرد. وزیر امور خارجه کشور نقش حمایت کشورهای منطقه و همسایه خصوصا پاکستان را در موقف روند صلح مهم دانسته، بر تقویت این همکاری ها تاکید کرد. به نقل از وزارت امور خارجه با اشاره به ظرفیت موجود در پیوند به توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور و توافقات انجام شده، حین سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به افغانستان هر دو جانب روی برنامه های صحبت کردند که منتج به گسترش روابط دو جانبه در تمامی عرصه های همکاری میان دو کشور گردد. وزیر امور خارجه پاکستان در جریان صحبت هایش حملات اخیر در بامیان را شدیداً تقبیه نموده و با فامیل های قربانیان و مردم افغانستان تسلیت گفت. آقای قریشی سطح بلند خشونت ها را محکوم نموده و خواستار عاجل کاهش خشونت و تامین آتش بس شد. هر دو جانب در مورد موقعیت روند صلح، برنامه همه جانبه برای برگشت با عزت مهاجرین افغان به کشور، اتصال منطقه‌ای و رسیدگی به مشکلات تجاری به تفصیل صحبت کردند. در اخیر تصمیم اتخاذ کردید تا با در نظر داشت میکانیزم های موجود، همکاری های دو جانبه و توقعاتی که در جریان سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان صورت گرفتند، کمیته های کاری دو کشور اقداماتشان را تصریح نمایند. ریاست جمهوری کشور تا این نشست با مسئولین وزارت صحت عامه و شورای طبی کشور روی مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چالش های ناشی از آن صحبت کرد. در همین حال این نشست که در ارگ انجام شد، ابتدا دکتر محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه گزارش خیش را در مورد آمادگی ها برای مدیریت موج دوم ویروس کرونا و چالش در این خصوص به رهبری حکومت ارائه نمود. به نقل از ارگ، دکتر عثمانی وضعیت کلی از جمله واقعات ویروس کرونا و مقایسه آن با موج اول را تشریح کرد و گفت که واقعات مثبت کرونا در حال افزایش است و در خصوص ظرفیت های شفاخانه ها بخاطر تداویر مریضان کرونا در سراسر کشور از جمله شفاخانه ها در مرکز، شفاخانه های حضوری، تخصصی و خصوصی معلومات داد و گفت در حال حاضر 2071 بستر برای مبتلایان به ویروس کرونا وجود دارد و شفاخانه های بیشتر تقویت خواهد شد. همچنان موصوف در خصوص بیلانس کرونا، ردیابی واقعات مثبت، تشخیص واقعات در ساحات ورودی، نمونه گیری از واقعات مشکوک و دخیل ساختن تمام سیستم های صحی در گزارش دهی به خاطر مدیریت ارقام معلومات ارائه کرد. دکتر محمد جواد عثمانی افزود که در حال حاضر مراکز تشخیص ویروس کرونا روزانه ظرفیت 3500 الی 4000 تن را دارد. سپس دکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی کشور گزارش خویش را در مورد نظارت از شفاخانه ها ارائه کرد و گفت که تا اکنون 32 شفاخانه مورد بررسی قرار گرفته است و چالش ها در ظرفیت پرسنل وجود دارد و مانع بیشتر نیاز به توجه بیشتر دارد. و در خصوص چگونگی رساندن اکسیژن و شفاخانه ها و تولید آن در محلات نزدیک شفاخانه ها معلومات داد و تصریح کرد که باید به شفاخانه های دولتی رسیدگی صورت گیرد و مردم در خصوص موج دوم ویروس کرونا بیشتر آگاهی حاصل کند و علمای مساجد، رسانه ها و جامعه مدنی بسیج شود. رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های آنان گفت که باید برنامه های وزارت صحت عامه استراتژیک بوده و آمادگی های آنان نسبت به موج اول ویروس کرونا بهتر باشد و با بیان این که داشتن تکنیکی ما در این قسمت بهتر شده و باید تمرکز روی مدیریت صورت گیرد گفت که تصویر واضح از مرحله دوم شیوع ویروس کرونا داشته باشیم و در قسمت بلند بردن ظرفیت ها و کیفیت ارائه خدمات صحی بیشتر کار صورت گیرد. رئیس جمهور غنی بر تقویت هماهنگی میان شفاخانه ها تاکید کرد و گفت که تصویر واضح از موانع و ظرفیت ها باید داشته باشیم و مردم از کار سازمان های غیر حکومتی و سکتور خصوصی دخیل در عرصه صحت رضایت داشته باشد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که نظر سازمان های غیر حکومتی که در عرصه صحی کار می کنند مربوط به وزارت صحت عامه است، اما رهبری حکومت در قسمت جلب کمک ها و انسجام آن کار خواهد کرد. رئیس جمهور تصریح نمود که باید والی ها و واحدهای ولایتی به گونه هماهنگ نقششان را ایفا کنند و دولت با سکتور خصوصی کار خواهد کرد
که چگونه فعالیت‌های اقتصادی در کشور در زمان شیوع موج دوم ویروس کرونا آسیب نبینند. در همین حال رئیس جمهور از مسئولین شورای طبی افغانستان خواست که به نظارتشان از شفاخانه‌ها، مدیریت صحت و ظرفیت‌های صحی ادامه دهند. وی افزود که با متخصصین افغان در عرصه صحت در خارج از کشور در تماس باشد تا از طریق آنلاین تجارب و همکاری‌های آنان را داشته باشیم. وی افزود کشور روی مکانیزم تغییرات مدیریتی در شفاخانه‌ها تاکید کرده و گفت که مردم باید از مدیریت شفاخانه‌ها اطمینان حاصل کنند. وی در اخیر سخنانش گفت که مبارزه با موج دوم ویروس کرونا برای ما استعجالیت دارد و حکومت آنچه را که در توان دارد انجام خواهد داد تا به وضعیت بد روبرو نشویم. آیوا اوگل یک مقام اردوی جرمنی در مورد طرح اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است. در همین حال در خلال نزدیک به 10 روز این دومین مقام جرمنی است که با این طرح مخالفت می کند. با گزارش خبرگزاری جرمنی هوگل گفته آنچه نیاز ندارند خروج عجولانه نیروها است. او افزوده که مهم است تا هر نوع خروج با ناتو اما هنگ شود. این مقام نظامی جرمنی همچنان گفته که اولویت عمده باید این باشد که یک جا به افغانستان رفتند و با هم یک جا بیرون شوند. بر اساس گزارش در حال حاضر حدود 1250 سرباز جرمنی در افغانستان مستقرند. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع و رهبری ناتو به نیروهای افغان آموزش می‌دهند. هیگل گفته که تا اکنون 59 سرباز اردوی جرمنی در افغانستان جان باختند و گفته او در این باره که در نزدیک به 2 دهه حضور نظامی در افغانستان به چه چیز دست یافته‌اند به بحث صادقانه نیاز است. پیش از این آیگو ماست وزیر خارجه جرمنی هفته گذشته در نشست خبری در برلین گفت اقدام شتاب زده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مانع در برابر پروسه صلح این کشور را افزایش خواهد داد. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه ژانویه سال 2021 از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. در این حال شاخص جهانی توریسم نشان می‌دهد که افغانستان در سطح جهان بیشتر از هر کشور دیگر از توریسم متاثر شده است. بر اساس این شاخص که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح نشر شده، افغانستان در رده‌بندی کشورهای قربانی توریسم با متحمل شدن 41% قربانی رویدادهای توریستی در جهان در جایگاه نخست قرار گرفته است. در همین حال بر اساس توافق ماه ژانویه میان آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکا در نیمه‌های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهد شد. بر بنیاد این توافق، مذاکرات بین افغان‌ها در 12 ماه سپتامبر یعنی اضافه‌تر از 2 ماه پیش در دوحه قطر افتتاح شد. اما گروه‌های تماس ایالت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان درباره طرز عمل کاری مذاکرات هنوز به توافق نرسیدند. با وصف این گفتگوها، از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده است. خبرهای خارج از کشور را هم تا لحظات دیگر بیننده باشید. دوباره خوش آمدید. نمایندگان پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب قطعنامه از اتحادیه اروپا خواستند که به دلیل سفر اخیر رجب طیب اردوغان به شمال قبرس ترکیه را تحریم کنند. تصویب این قطعنامه به احتمال زیاد تلاش دولت فرانسه برای تصویب تحریم علیه روسیه در جلسه های ماه آینده سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد. اتحادیه اروپا در ماه اکتبر ترکیه را به دلیل آنچه که آن را نقض حقوق قبرس و یونان در بهره برداری از منابع گاز شرق مدیترانه توصیف می کند به اعمال تحریم تهدید کرد. پارلمان اروپا در قطعنامه خود فعالیت های ترکیه برای اکتشاف منابع گاز در دریای مدیترانه را غیر قانونی توصیف می کند، ولی آنکارا این اتهام را رد کرده است. فرانسه که بر علاوه بر این در زمینه های دیگر نیز با ترکیه اختلاف دارد تا اکنون متن های تحریم های پیشنهادی خود را ارائه نداده است، ولی دیپلمات ها می گویند به احتمال فراوان هدف این تحریم ها فعالیت های اقتصادی مرتبط با اکتشاف منابع انرژی از جمله کشتیرانی و شبکه بانک خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه چند
روز پیش در جلسه پارلمان این کشور گفت ترکیه به خوبی می‌داند چی باید بکند، تقابل و یا همکاری. قبرس از سال 1974 و در پی تلاش مناطق شمالی این کشور توسط نیروهای ترکیه به دو بخش ترکنشین و یونانیشین تقسیم شده است و فقط حکومت ترکیه بخش شمالی قبرس را که توسط ترک‌ها اداره می‌شود به رسمیت می‌شناسند. سفر اردوغان به شمال خشم دولت قبرس را برانگیخت. اردوغان از یک ناحیه ساحلی به نام واروشا دیدار کرد که از سال 1974 و تقسیم قبرس در محدوده مرزی و مورد اختلاف دو طرف قرار دارد. حمایت اردوغان از بازگشایی این منطقه تفریحی از سوی سازمان ملل یونان و دولت قبرس مورد انتقاد قرار گرفت. یکی دیگر از مسائل مهم در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا تجارت ترجیحی با این کشور و نامزدی آن برای عضویت در اتحادیه اروپا است. تا اکنون چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله اتریش مخالفت خود با مقررات تجارت ترجیحی و نامزدی ترکیه را اعلام کردند. گفتنی است که چند هفته پیش رجب طیب اردوغان خواستار تحریم کالاهای فرانسه شد و دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند چندین موضع‌گیری‌های به مناسبات اقتصادی اروپا و ترکیه لطمه خواهد زد. و خبر اخیر اینکه بایدن در گفتگو با شبکه NBC گفت رئیس دفتر ترامپ و رئیس دفتر من صحبت کردند، اما من صحبت با دونالد ترامپ نداشتم. در همین حال بایدن در اولین مصاحبه خود به عنوان رئیس جمهور منتخب گفت با وجود نداشتن تماس مستقیم با ترامپ، تیم انتقالی او از زمانی که رئیس سازمان خدمات عامه اوایل این هفته مجوز شروع انتقال را صادر کرد، شاهد نتایج فوری بوده است. وای اظهار کرد ما فوراً تماسی از آژانس امنیت ملی دریافت کردیم. بنابراین فکر میکنیم ما آنطوری که در گذشته گمان میکردیم از قافله عقب نمیمانیم. و باید بگویم این تماس صادقانه بوده است. تاکنون مشکلی وجود نداشته و انتظار هم نداریم که چنین باشد. با وجود مجوز انتقال دولت که این هفته صادر شد، ترامپ از تسلیم شدن در برابر بایدن امتناع کرده و طرح ادعاهای بی پایان در مورد تقلب انتخاباتی گسترده ادامه داده است. بایدن همچنین گفت که با وجود تلاش های تیم ترامپ برای لغو نتایج در ایالت های کلیدی، او همواره مطمئن بوده که قرار است پیروز انتخابات باشد و اظهار کرد مردم واقعا نگران و دغدغه‌مند هستند و هر دو طرف می‌خواهند کاری انجام شود. پس از اینکه 30 درخواست یکی پس دیگر کنار گذاشته شد، قانع شدم که مسئله زمان در میان است. به همین خاطر هم است که تصمیم گرفتم مانند یک کاندیدا و از روزی که انتخابات برگزار شد، آنچه قدرتش را دارم انجام دهم. انتظار نداشتم اوضاع آسان پیش برود، اما مطمئن بودم واقعا میگویم که مردم آمریکا حضور خواهند داشت. مردم آمریکا قرار نبود ساکت بمانند. من از پاسخ خود رئیس جمهور متعجب نیستم. او از اینکه کووید 19 برای مردم آمریکا درد و ضرر و ناامید برمغان آورده و جان بسیاری را گرفته ابراز تاسف کرد و افزود کرونا باعث جدایی ما شده، خشم ما را برانگیخته و ما در برابر هم قرار داده است. من می‌دانم که کشور از جنگ خسته شده است، اما لازم است به یاد داشته باشیم که ما با ویروس درگیر جنگ هستیم، نه با یک دیگر. ممنون از امرایتان با مجموع خبرهای این ساعت از نورین. از شما دعوت می‌کنم تا با بقیه برنامه‌های نورین باشید. وقتتان بخیر.